دولت انگلیس قصد دارد از فرصت افتار تا سحر برای واکسیناسیون مسلمانان استفاده کند تا از کاهش احتمالی واکسیناسیون در ماه مبارک رمضان به دلیل به دلیل روزداری جلوگیری کند به دنبال انتشار گزارش های مبنی بر اینکه جامعه آسیایی تبار انگلیس بالاترین میزان مرگمی را در طول موج دوم کووید 19 داشته گزارش شده که واکسیناسیون شبانه در شبه های ماه رمضان از سوی دولت انگلیس در حال برنامه‌ریزی است. بر اساس این گزارش دولت انگلیس امیدوار است مانع از کاهش احتمالی واکسیناسیون از سوی مسلمانان در طول ماه مبارک رمضان به دلیل روزداری شود ماه رمضان 2021 احتمالاً از 12 آوریل 23 فروردین آغاز می شود که زمان حساسی در واکسیناسیون در انگلیس به شمار می روید. چرا که سه روز قبل از این تاریخ واکسیناسیون افراد بالای 50 سال آغاز می شود نگرانی در مورد تاثیر ماه رمضان بر واکسیناسیون با گزارش دولت تشدید شده که آسای تبارهای این کشور که بسیاری از آنها مسلمان هستند در موج دوم کرونا بالاترین نرخ مرگ و میر به ازای هر صد هزار نفر را دارد در این گزارش آمده بخش عمده از این پدیده برای جوامع آسیایی را می توان به عوامل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی نسبت داد. کوسر زمان بنیانگذار کمپین تک د کووید 19 واکسن با اشاره به اینکه از رویکرد فعال دولت در ارتباط با جامعه مسلمان انگلستان و واکسیناسیون آن استقبال می کند گفت فکر می کنم این طرح آلیست. است. هر کاری که بتوانیم برای تقویت واکسیناسیون انجام می دهیم به ویژه در جوامی که تشویق مردم برای استفاده از واکسن برای آنها دشوار بوده مثبت است وی ادامه داد به خصوص در ماه رمضان که از هر ده نفر نه نفر اواخر شب و اوایل صبح بیدار هستند هر چیزی که باعث می شود واکسن در دسترس باشد خبر خوبی است کوسر زبان همچنین از مشورت دولت با جوامع مسلمان انگلیس در واکسیناسیون استقبال کرد.